شاهنامه حماسه ملی ایران زمین هم هست و میخوام ببینم که ما باید چیکار بکنیم که جوانان رو بچه ها رو از کودکی آشنا بکنیم با شاهنامه و فردوسی بزرگ. من موافق نیستم که این حماسه ملی ماست. حماسه ملی ما هست، اما به اعتقاد من یه حماسه بین المللی هم هست. یعنی مخاطب فردوسی انسان به طور کلی، گفتم توی صحبت هم حتی همه کیهانه. حالا بنابراین میتونه برای بچه ها و جوان ها اثر زیادی داشته باشه روی زندگیشون، بهتر کنه زندگیشون. و همین دلیله که هزارها کتاب از شاهنامه بیرون کشیده شده برای کودکان نوجوان. من یادم میاد یه خانم دانشمندی پایان نامه دوره دکتریش درباره آثاری بود که با الهامگیری از شاهنامه به وجود اومده بود. فکر میکنم بیش از یک دهه پیش از پایان نامش دفاع کردن در مشهد، خانمی به اسم خانم مریم جلالی واقعا خانم فرید رو دانشمنده نزدیک به 600 اثر رو اون زمان یافته بود و روش کار کرده. اینکه این همه اثر از شاهنامه استخراج شده به وجود اومده برای بچه ها، برای نوجوانان، برای جوانان، معنیش اینه هم درصد محبوب دارن. اصلا قهرمانای درخشان شاهنامه رو سراغ داریم که روزگار کودکیشون رو میگذرونن، روزگار نوجوانیشون رو. مثلا بیژن وقتی ماجرای او با گرازها و اینا شروع خواهد بشه، این مرد کم سن و ساله که پدرش دخالت میکنه تو حرفاش، میگه اینقدر گستاخ نباش و الان رهی به جوانی خوده. اما فضای شاهنامه جوریه که این بیژن در مقابل پدرش میسته، میگه من تجربه هم زیاده، به سن و سالم نگاه نکنید. اصلا توی ادبیات ما این است که اونی که تعیین نقش میکنه برای آدم نه سن و ساله، فهم و کمال. شاهنامه بسیار میتونه روی نسل جوان کار بکنه، منتها باید همه سویه این اثر برای بچه ها، برای نوجوانان. من خودم مثلا بیاد میارم یه کاری دارم به اسم سیمرغ و آفتاب با الهام از شاهنامه است، برای نوجوانان و کودکان نوشتم. یه کار دیگه دارم باز برای همین بچه ها نوشته شده، برای کودکان و نوجوانان هست. اون هم 16 فیلم استریپ ساختم بر اساس شاهنامه. خیلی روی شاهنامه میشه از این دیدگاه کار کرد. همه قصه‌های شاهنامه را اگر نگیم برای جوان ها باز گفتنی هستند، اما قسمت اعظمش مناسب است برای بچه ها. اصلا در شاهنامه هیچ آموزه‌ای که آسیب برسونه به روانشناسی انسان های نو دیده نمیشه. همه آموزه های چیه؟ مثبته. همه به قول امریکایی ها پازیتیو هست. فردوسی هم به چشم زیبایی نگر به جهان نگاه میکنه. میدونیم که در فرهنگ ما اینطوری فهمیده شده که جهان مخلوق احسنه، یعنی زیباترین شکل آفریدگی از سوی آفریننده به آفریده جهان داده شده، از این بهتر دیگه نمیشه درست. خب وقتی ما زیر ساخت فکری و فرهنگی مون این باشه که جهانی که تو زندگی میکنیم بهترین جهانه، با همه زشتیاش، با همه فلشتیاش، قشنگترین، نباید این اندیشه که بیشتر از در به ایران اومده که منفی ها رو ترک میخوان بکنن از زندگی، این تو فرهنگ ما نیست. این فرهنگ ما حتی زهاک ماردوش وقتی
فریدون رو شکست داده، میخواد از بهش ببره، سروش ایزدی یه بار میاد میگه حق نداری او رو بکشی، شره، اما حق حیات داره. بعد چیکارش کنم؟ ببر در البرزگو، در دمدانه، دماوندگو رو به بند بکش. داره میارتش با یه موکبی به دماوندگو، تو را حرفشون میشه با هم، باز میخواد زهاج رو نابود کنه. باز سروش ایزدی میاد میگه اینو قرار تنانه نره با ما، این حق حیات داره. و طبق شاهنامه و مندرجات روایات ایران باستان، ضحاک هنوز چیه؟ زنده است. من در یه قصیده ای که درباره همین دماوند هست میگم: خاموش نشسته ای دماوند، ضحاک گریخ را فرز بند، از دوده آبتین کسی نیست تا باز نهد به پای او. بعد و در پایان این قصیده میگم: بگذار زمین رود به معراج، بگذار زمین رود به معراج در لحظه بعثت دماوند. یعنی شر ظاهر و نمود شر بودن حقیقت عالم زیباست. هر چه آفریده شده مستحق به آفریده شدن بوده. این آموزه، همین یه آموزه رو ما اگر به نسل جوان بدیم، به این پدر و مادرهایی که هر کجی رو تو بچه هاشون تایید میکنن، اصلا حاضر نیستن یه کاری کنن بچه آزرده بشه، باید یاد بدیم آزرده شدن هم لازمه زندگی. گاهی اوقات باید آدم با بچه تون هم بزنه. اما نه، پدران و مادرهای امروز یاد گرفتن از غربی ها که اصلا نمان میکنی کنیم بچه هر چی خواست بهش بدیم بخوره. بچه مادرشو با مشت و لگد میزنه. توی تمدن نو حق نداره این بچه حتی ابروشو در هم بکشه، حالا زدن پیش کشه. اینا رو اگر ما از طریق شاهنامه بریم سراغشون، به ما یاد میده که باید رابطه بین پدر و مادر یه رابطه کاملا دیالکتیکی باشه تا بچه زندگی رو یاد بگیره. اگه قرار باشه بچه همه نازشی بکنه به پدر و مادر، اما پدر و مادر خودشون رو مجبور ببینن با هر ساز رو برقصن، این بچه بیگون خلالش بیگون نمیدون. اندکی از پروردگی رنجوندن عدد است. شما وقتی میخواید مثلا یه چیزی رو پرورده کنین، ممکنه ناچار بشین اذیتش هم بکنین. من در یه تصنیفی که خیلی هم دوستش دارم میگم: خاکم رو زیر و زبرم میکنی در فر بذری، دیگرم میکنی. پدر و مادر مثل همون دهقان میمونن که گاهی اوقات تشخیص میده که محصولش رو رفتاری بکنی که در ظاهر خوب نیست. ماش اینه که برای بچه ها نه تنها خوبه، حتی من اعتقاد دارم که نجات بخشه. ما اگر یه وضعیتی باشه که بتونیم تصاویر روی فرشای زیر پامون از صحنه های شاهنامه ای باشه، تو سقف اتاقمون وقتی دراز کشیدیم ببینیم مثلا دو تا پهلوان ایرانی هستن با هم مثلا پیکار میکنن، یا عاشقانه با هم رفتار میکنن، یا مناظر ایران باستان باشه، روی مبل هامون طرح‌های شاهنامه ای باشه، دفترچه هایی که داریم جلدش محمد یعنی خیلی عادت خوبی بود که اولیم داشتیم، روی همه دفترچه ها و همه کتاب ها این مصرع شاهنامه بود: توانا بود هر که دانا بود. یعنی هر کسی که دانش به چنگ بیاره، آخر سر اون دانش برای اون تبدیل میشه به چی؟ توانا. همین معرفتی که ظاهراً به نظر شما یک چیز پیش و پا افتاده است، یکی از بزرگترین معارف بشریه. یاد میده به نسل، به آدم ها، آقا
دانستگی باید تبدیل بشه به چی؟ به توانستگی. دانشی که در عمل ازش برخورداری حاصل نشه و نشده باشه دانش. این که برمودیم چه بکنیم تا شاهنامه بر جوانان اثرگذار بشه، بزرگترین پیش زمینه این کار پردازش و آموزش و پرورش می‌باید. اگر هم دیگه استاد فرمودن شاهنامه در قالب داستان‌های ساده و روان از آغاز آموزش در اختیار فرزندان این مردمون قرار بگیره، اون بایستگی های لازم رو از این متون، از این متن کهن که آینه فرهنگ ایران زمین هست بچه‌ها دریافت میکنند. این که فردوسی مدعی جهان کردم از سخن چون بهش، از این بیش تخم سخن کس نکشت، فردوسی تخم سخن رو به میانجی داستان کاشته و قاعده داستان هم این هستش که یک پیام بزرگ در درون خودش داره. فرموده مولانا ای برادر، قصه چون پیمانه ایست، معنی اندر وی حسام دانه ایست، دانه معنی بگیرد مرد عقل، ننگرد پیمانه را کرد گشت نه. این داستان ها اگر از راه کتب دستی به ذهن و زبان فرزندان این مردم جاری بشه، بزرگترین پیامدش اینه که اولا لذت میده به بچه ها، جهان و جهانشون لذت میبخشه. دو دیگر این که وقتی در عرصه اندیشه آمدن خودشون پیگیر میشن و اون شیرینی دوران کودکی رو که بر جانشون نشسته از طریق رجوع کردن به شاهنامه بیشتر دریافت میکنن و با شاهنامه بیشتر انس خواهند گرفت. پس راهش آموزش هست، راهش توانگر کردن به فرزانه توس روان بچه ها از طریق دانش آموزی است. چرا که آن بزرگ فرمود به دانش روان را توانگر کنید، خرد را به جان بر سر افسر کنید. یا یکی نقش‌بازی کند روزگار که بنشاند در پیش آموزگار. در انگاری فردوسی آدم نادان و جاهل جایی در زندگی نداره که نادان فضولی ندارد خاک به دانش پسنده کند جان باید باشه. با شعری از پدر برنامه رو به اتمام میرسونیم. چنان بمیر که مرگ از تو در هراس افتاد، به عجز گرید و پیشت به التماس افتاد. بیاد میارم این شعر رو در مهر ماه 1357 تا تایم قبل از انقلاب اسلامی در یه نشریه چاپ کرد. چنان بمیر که مرگ از تو در هراس افتد، به عجز گرید و پیشت به التماس افتد. چنان نباز که تاس زمان فرمان داد، به پای تا کف من نباز که تاس زمانه فرمان داد، بپای تا که به فرمودگی تو تاس افتاد. چنان ز تفرقه این مرز و بوم ویران است، که از درنگ در آن بوم در هراس افتاد. سکوت نقص‌ترین شعر روزگارا در آن دیار که توتی سخن شد. چنان ز تفرقه این مرز و بوم ویران است، که از درنگ در آن بوم در هراس. دریغ و درد که با عصمت گیاهی ما ستیق رستن حافظ به یاد داشت. دریغ و درد که با عصمت گیاهی ما ستیق رستن حافظ به یاد داشت.